سلام، امروز بحث حسابان ایتو رو خواهیم گفت از فصل 3 کتاب. یادآوری کنیم که ما در جلسات قبل در واقع بعد از مرور مفاهیم مقدماتی حرکت براونی انتگرال تصادفی ایتو رو تعریف کردیم و نحوه ساختش و ویژگی‌های اصلیش رو یادآوری کردیم. امروز قصد داریم در واقع وارد حسابان ایتو بشیم. حسابان ایتو در واقع ایدهش اینه که ما بیایم همون قواعدی که در حسابان عادی برای توابع مشتق پذیر داشتیم و انتگرال های اون توابع، بیایم اینها رو برای در واقع فرآیندهای تصادفی که از روی حرکت براونی ساخته شدن تعریف بکنیم. نکته مهم این هست که در واقع سوال مهم این هست که وقتی ما وارد این فضا بشیم، در واقع فرایندهای تصادفی که از روی حرکت براونی مثلا ساخته شده باشن، ما در واقع میتونیم از یک فرایند تصادفی دلخواه نسبت به مثلا حرکت براونی انتگرال بگیریم. این کاری هست که در جلسه قبل در واقع یادآوری کردیم که خب البته از نماد H استفاده می‌کردیم و یک فرایند تصادفی جدید با اون بسازیم. همچنین فرایند تصادفی رو بهش می‌خوایم بگیم فرایند تصادفی ایتو، یعنی فرایند تصادفی که با انتگرال تصادفی نسبت به حرکت براونی در واقع به دست اومده باشن، به این صورت که شما انتگرال صفر تا تی HSDWS رو در نظر بگیرید، اسم اینو مثلا بذارید فرایند جدید ایکس تی، و در واقع ما میخوایم بگیم که خانواده همچین فرایندهایی نسبت به یه سری عملیات مقدماتی بسته هستن. مثلا ضرب دو تا فرایند تصادفی این شکلی، آیا این شکلی هست یا نه، یا یک فرایند تصادفی به این شکل رو اگر ما به توان دو برسونیم یا یک تابع دیگه رو روش اعمال بکنیم، آیا بازم به همین شکل خواهد بود یا نه. جوابش اینه که این فرم کافی نیست برای بسته بودن همه فرایندهای تصادفی. و اون چیزی که در واقع ما لازم داریم یک ترم انتگرال ریمان عادی هست که باید به این اضافه بکنیم، یعنی این که فرآیندهایی که ما به عنوان فرآیند تصادفی ایتو در نظر میگیریم چیزایی به این شکل هستن: یک قسمت انتگرال ریمان عادی دارن، یعنی انتگرال نسبت به VS از صفر تا تی، و یک انتگرال نسبت به حرکت براونی، و این همون چیزی هست که کتاب هم با عنوان یک ایتو پروسس در واقع معرفی میکنه، و البته خب همیشه یه ثابتی هم اینجا فرض میکنیم که داریم که مقدار ایکس صفر باشه. این میشه در واقع تعریف فرآیندهای ایتو. و در واقع کلکولس ایتو به ما میگه که اگر به این شکل شما تعریف میکنید فرآیندهای تصادفیتون رو، این خانواده از فرآیندهای تصادفی دیگه تحت اون عملیات مقدماتی که مد نظر ما هست، یعنی عملیات در واقع جبری روی فرآیندهای تصادفی، جمعشون، ضربشون، اعمال تابع مشتق‌پذیر روی اونها و غیره، در واقع بسته میشه. و اینو در واقع میشه گفت توی، حالا اینجا من این تعریف رو برای اینکه دقیق گفته باشیم شرایطش رو هم بگیم، یه سری شرط های تکنیکال اینجا لازمه. یکی این که اون x صفری که شرط اولی است در واقع باید f صفر اندازه وزیر باشه. خیلی وقتا f صفر یعنی اطلاعات تا لحظه صفر سیگما میدان بدیهیه، یعنی ما هیچ اطلاعاتی در لحظه صفر نداریم، ولی تو خیلی از مسائل هم ممکنه یک اطلاعات اولیه‌ای داشته باشیم، یعنی F0 ما میتونه یک سیگما جبر نابدیهی هم باشه. فرآیندهای KT و HT هم که داریم ازشون انتگرال میگیریم، اینا فرآیندهای
FT adapted فرض میشن. خب فرض طبیعی هست چون قراره با سیگما میدان تا اطلاعات زمان T در واقع ما مقدار اینها رو داشته باشیم. این در واقع KS و HS در واقع باید انتگرالاشون تعریف شده باشه. تعریف پذیری انتگرال ایتو رو که ما در جلسه قبل دیدیم شرط لازمش چی هست. شرط لازمش این هست که امید انتگرال توان دو HS متناهی باشه، که گفتیم بعدن میشه این شرط رو ساده تر کرد. به جای اینکه امید انتگرال توان دو متناهی باشه، کافیه که انتگرال توان دو به صورت پی آلموست شد، یعنی با احتمال یک متناهی باشه. و اما این هم که شرط لازم برای تعریف پذیری انتگرال ریمان عادی همین است که این کیه خودش انتگرال پذیر ریمان باشه، یعنی این که انتگرال غیر مطلقش متناهی باشه. همه این انتگرال هم تا اون تی بزرگ که زمان نهایی ما هست در نظر میگیم. خب بله. این گزاره که گزاره ساده‌ای هست ولی مفهوم مهمی توش هست، داره به ما میگه که اون نمایش انتگرالی که بالا برای یک فرآیند ایتو دادیم به نوعی منحصر به فرد و یکتا هست. یعنی اگر شما فرآیند x تی رو من بدین، من یه جور بیشتر نمیتونم این فرآیند های ks و hs رو مشخص بکنم که این در واقع نمایش ما داشته باشیم. یعنی در واقع تجزیه فرآیند ایتو یک تجزیه یونیک هست، یکتا هست. یعنی چی؟ یعنی اگر من دو جور x تی رو بخوام نمایش بدم، یه جور اینجوری یه جور هم اینجوری، در صورت اتفاقی که میفته اینه که این x0 باید همین x0 پریم باشه، hs باید hs پریم باشه و ks هم باید ks پریم باشه. همه اینا هم پی آلموست شور هستن و البته چون ks و hs در واقع دو تا آرگومان دارن، هم آرگومان زمان دارن و هم آرگومان اومگا که اینجا نوشته نشده، بنابراین آلموست شورشون در واقع آلموست اوریور نسبت به اندازه حاصل ضربی s و p به صورت توام هست. یعنی چی؟ یعنی اینکه اون S و P هایی که این KS و KS پریم نامساوی هستن اندازش صفره، اندازه توامش نسبت به پارامتر زمان و پارامتر فضای احتمالمون. و نکته دیگه که باز توی این فرم نمایش انتگرالی برای فرآیند ایتو مهمه، تشخیص این هست که در چه صورتی اینا انتگرال میشن. این اتفاقا توی آینده در بخش مدل بلک شوز درس خب به درد ما میخوره. و این قسمت دوم گزاره داره میگه که XT یک مارتینگله، در واقع اگر XT بخواد مارتینگل باشه باید چه اتفاقی بیفته؟ باید KT صفر باشه. ما میدونیم که اگر KT صفر باشه این XT مارتینگل میشه، چون در جلسه قبل ثابت کردیم اگر KT صفر باشه اینو نداریم. این هم که یه عدد ثابته، در جلسه قبل ثابت کردیم این انتگرال، یعنی انتگرال نسبت به حرکت براونی در حالت کلی مارتینگل میشه. بنابراین علل اصول اگر KT صفر باشه XT باید مارتینگل بشه. این گزاره داره عکسش رو میگه، داره میگه که اگر XT مارتینگل باشه KT حتما باید صفر باشه. یعنی اصولا جمله DS مانع از مارتینگل شدن در واقع فرآیند میشه. بسیار عالی. خب اینا رو میپذیریم. پس از این به بعد وقتی میگیم یک فرآیند ایتو، به صورت یکتایی ما همچین نمایشی رو براش تصور میکنیم. خب و این در واقع قضیه ایتو یا فرمول ایتو هست که مفهوم خیلی مهم و اساسی داره. داره میگه که اگه شما یک فرایند ایتو داشته باشین، یعنی یک همچین انتگرالی داشته باشین و اف هم یه تابع دوبار مشتق پذیر فقط باشه با مشتقات پیوسته، یعنی مشتق دومش پیوسته هم باشه، twice continuous differential، میگه که در این صورت در واقع یک همچین
نمایشی برای FXT هم برقراره. خب به قضیه فرمول ایتو رو چند جور میشه تفسیر کرد. صورت استانداردش خب این چیزیه که اینجا مشاهده میکنید و که البته خود این رو باز به دو حالت نوشته، در حالتی که F به T وابسته نباشه و در حالتی که F به T وابسته باشه، که حالا شبیه هم هستن هر دو. ولی یه جورای دیگه هم بعضا این قضیه بیان میشه. اولا که ببینیم که آیا چیز منتظره‌ای هست این رابطه یا چیز عجیب و غریبیه. همیشه توی در واقع حسابان تصادفی ما بین نمایش انتگرالی و نمایش دیفرانسیلی در واقع در حرکت هستیم. هر جا هر کدوم که مفیدتر هست برامون از اون استفاده میکنیم. در مورد فرآیند تصادفی تو این چیزی که ما نوشتیم نمایش انتگرالیش هست. همینو میشه یه نمایش مارتینگلی هم یه مارتینگلی عوض میخوام یه نمایش دیفرانسیلی در واقع برای این نوشت. نمایش دیفرانسیلیش اینجا چی میشه؟ نمایش دیفرانسیلی یعنی این که دی بگیریم از دو طرف. وقتی شما دی بگیرید اون ایک صفره که خب ثابت حذف میشه اینجا خواهید داشت. اینا هم چون از صفر تا تی هستن وقتی دی بگیرین اس میشه تی، میشه کی تی دی تی به علاوه اچ تی دی دبلیو تی. خب این در واقع نمایش دیفرانسیل، نمایش دیفرانسیلی فرآیند تصادفی ای تو هست. منتها توجه داشته باشین که اصولا نمایش دیفرانسیلی به خودی خود معنا نداره. معنای دقیق نمایش دیفرانسیلی همون نمایش انتگرالیه. خب ولی گاهی اوقات به هر حال این طور نوشتنش مفید خواهد بود و البته گاهی هم ممکنه ما رو به اشتباه بندازه. به عنوان مثال همین مثالی که الان میزنم، فرض کنید ما بدونیم xt فرآیند ای توه، بعد بخوایم همچین عبارتی رو حساب کنیم دی xt به توان دو. خب اگر ما بی دقت باشیم اینجا و فکر کنیم که همونطور که با توابع مشتق پذیر عادی سر و کار داریم اینجا با فرآیند ای تو هم باید همونطور سر و کار داشته باشیم، خب میایم از این مشتق میگیریم میگیم این میشه 2xt دی xt. خب بعدش هم که میتونیم خب اینو دی xt رو از اینجا جایگذاری کنیم، بنابراین میشه 2xt در واقع میشه 2xt در kt dt به علاوه ht dwt، به این شکل میتونه در بیاد. و بعدش هم وقتی به این شکل بنویسیم به این نتیجه برسیم که پس x یه انتگرال حالا از دو طرف بگیریم، نتیجه بگیریم که پس xt2 مساوی میشه با x02 شرط اولیه به علاوه انتگرال صفر تا تی این عبارت، مثلا 2xs ks ds به علاوه 2xs hs dws. این کار غلطه، این جواب نهایی غلطه و اشتباه اصلی هم از همین گام اول شروع میشه. این قاعده مشتق زنجیره‌ای که ما اینجا به کار بردیم در مورد فرآیند ایتو صادق نیست. بنابراین به عنوان نکته اخلاقی قاعده مشتق زنجیره‌ای در مورد فرآیند ایتو برقرار نیست.
خب یعنی پس ما دی ایکس به توان دو رو چطور میتونیم حساب کنیم؟ فورل ایتو همین راه رو در اختیار ما قرار میده. در واقع فورل ایتو میگه که یه جمله شما باید به این اضافه بکنید. اون جمله از فورل ایتو به دست میاد. بریم ببینیم که چی میگه. فورل ایتو برای تابع کلی، مشتق پذیر کلی در واقع میاد حرف میزنه. میگه که شما دی اف ایکس تی رو فرض کنید میخواید حساب بکنید. اگه قاعده مشتقگیری زنجیره عادی برقرار بود، این دی به ما میداد اف پریم ایکس تی دی ایکس تی. ولی فرمول ایتو میگه که یه جمله دیگه هم اینجا باید ظاهر بشه و اون جمله اف زگوند ایکس تی دی ایکس تی به توان دوه. حالا این دیکسی به توان دو رو کتاب‌های مختلف جورای مختلف می‌نویسن. بعضی جاها از جمله همین کتاب ما این رو به این شکل نوشته، یه براکت x و x t در واقع به کار برده، یا ممکنه بعضی جاها این رو بیان این شکلی بنویسن، دیگه یه دونه x بنویسن تو این براکت. اینا همه بیان‌های مختلفی برای همون ترم اضافه. بنابراین همه اینا توی کتاب ها به کار میره، یا بعضی جا حتی براکت این شکلی ممکنه بذارن. بنابراین هر کدوم از اینا رو دیدین، اینا همه به یه معنا. مثلا معناش چی هست؟ این dxt به توان دو معناش چیه؟ dxt به توان دو فعلا برای ما یه قرارداد خواهد بود، فقط با توجه به این فرمتی که ما dxt رو نوشتیم به شکل دیفرانسیلی، kt dt به علاوه ht dwt، وقتی اینو به توان دو برسونیم، حالا درسته که اینا یه سری دیفرانسیل هم، توان دو رسوندنش از نظر ریاضی هنوز معنایی برای ما نداره، ولی اگه به شکل جبری به اینو نگاه کنیم و به توان دو برسونیم، یه جایی dt به توان دو میشه، یه جایی dt ضرب در dwt میشه، یه جایی هم dwt به توان دو میشه. ما قرارداد میکنیم که در واقع dt به توان دو و dt ضرب در dwt اینا هر دو صفرن، و اینکه dwt به توان دو اگه dwt حرکت براونی استاندارد باشه، این میشه dt. این پس قرارداد ما خواهد بود. یعنی این قراردادیه که اگر اینجوری عمل کنیم فرمول ایتو درست میشه، که نتیجه این داستان این هست که با توجه به اینکه dxt بود kt dt بل و ht dwt، پس dxt به توان دو اون kt کلن صفر میشه، فقط میمونه ht به توان دو dt. و برای این هم نتیجه ایه که میتونیم جایگذاریش بکنیم توی این رابطه. به اصطلاح این قسمت اصلا برای چی ظاهر میشه در فرمول ایتو؟ این ناشی از هم مشتق ناپذیری حرکت براونیه. اگر حرکت براونی مشتق پذیر بود، قاعده مشتق زنجیره‌ای خب براش برقرار بود دیگه. این ترکیبه تابع f با تابع x، پس کلاً این باید برقرار می بود دیگه، مشتق زنجیره. ولی مشکل اینه که x مشتق پذیر نیست و ما انتگرال ایتو رو نه به صورت انتگرال ریمان، بلکه یه جور خاصی با استفاده از در واقع روش ایتو و حدگیری از تابع سیمپل تعریف کردیم، و اون حدگیری هم حد توی فضای خاصیه و به همون دلیل یه جمله اینجا اضافه میشه ناشی از اون مشتق ناپذیریه، که به این شکل خودشون نشون میده، توش مشتق دوم تابع f هم در واقع داره ظاهر میشه. وارد اثبات فرمول ایتو دیگه نمیشیم، کتاب هم نگفته. اگر علاقه من بودین مرور بشه براتون، میتونید به مثلا کتاب اوکسندال مراجعه بکنید. و بله، اینجا همون نمادگذاری که گفتم و کتاب به کار برده، براکت x و x رو به کار برده. منظورش از براکت x و x یعنی انتگرال hs تو ds. بنابراین d براکت x و x میشه همون ht دو dt، همون چیزی که ما گفتیم. و این جمله رو هم توی کلن هم کتاب فرم دیفرانسیلیش رو ننوشته، بلکه فرم انتگرالیه fxt رو نوشته یه راز. یعنی از این رابطه ای که ما اینجا داشتیم اومده انتگرال گرفته. حتی شما از این انتگرال بگیریم، میشه fxt برابر است با مقدار اولیهش، یعنی fx0 به علاوه
این قسمت انتگرال اینه و این قسمت هم که در واقع انتگرال اینه دیگه. بنابراین این فرم انتگرالی همون چیزیه که ما نوشتیم. پس این در واقع یه جور قاعده مشتقیری زنجیره‌ای تصادفی میشه محسوب میشه. یه جور قاعده مشتقیری زنجیره‌ای ایتو در واقع هست. و که به هر حال این قسمت DXSش رو میشه جایگذاری کرد با همون فرم دیفرانسیلی که ما گفتیم. یعنی DXS رو بنویسیم KSDS HSDWS که تا همینجا همین کار رو کرده بیفته که این FMXS DXS رو شما میتونید این شکلی بنویسیم. این هم از این. و خب اینجا F یه تابع از R به R که دوبار مشتق پذیره. اینجا در ادامه میخواد فرض کنه F یه تابع از T و X باشه، یعنی دو متغیره باشه، یعنی به زمان هم وابسته باشه. خیلی تفاوتی تو فرمول ایتو ایجاد نمیکنه، فقط یه جمله انتگرال نسبت به زمان هم ظاهر میشه توش. برای همین اینجا دیگه یه اندیس S گذاشته که نشون بده این مشتق نسبت به زمان هست. اینجا هم یه دونه اندیس x گذاشته که نشون بده این مشتق نسبت به اون آرگومان دومش، یعنی آرگومان x هست. و اینجا هم در واقع داره مشتق دوم نسبت به x رو میگیره. خیلی از در اثبات هم تفاوت خاصی با اون نداره. خب بسیار عالی. پس فرمول ایتو رو هم یادآوری کردیم. اون بحث بسته بودن که من ابتدای جلسه با من انگیزه مطرح کردم در واقع اینجا میشه به این صورت جمع‌بندیش کرد. نتیجه ای از فرمول ایتو اینه. نتیجه فرمول ایتو اگر XT یک فرآیند ایتو باشه و F دوبار مشتق‌پذیر روشن پذیر پیوسته باشه، آنگاه فرایند جدیدی که به شکل FXT تعریف میشه، مثلا از شو بذاریم YT، نیز فرایند ایتو هست. چرا ما اینجوری داریم نتیجه میگیریم؟ دلیلش واضحه، به خاطر اینکه فرآیند ایتو چی بود؟ چیزی بود که یک نمایش انتگرالی می داشت. شما الان اگر این نمایش انتگرالی رو در نظر بگیریم، DXS رو همونطور که خودش اینجا گفته جایگذاری کنید KSDS و HSDWS. DX و XT رو هم همونطوری که ما گفتیم بنویسین HT2DT. این هم میشه یه انتگرال نسبت به DT. این هم یه انتگرال نسبت به dt و dwt. بنابراین این انتگرال رو که با هم یکی بکنیم یک نمایش انتگرالی از f به دست میاریم به شکل انتگرالی بر حسب t و انتگرالی بر حسب dwt و یه همچین چیزی فرآیند ایتوه. خب بنابراین دیگه خانواده فرآیند ایتو دیگه نسبت به اعمال یه تابع مشتق‌پذیر در واقع بسته هستن. اگه یه چیزی ایتو باشه توان دوش هم ایتوه، ای به توان اونم ایتوه، سینوسش هم ایتوه، همه این توابع در واقع دوبار مشتق‌پذیر رو شما میتونید روش اعمال بکنید. و اینجا چند تا مثال ساده در واقع زده که این مثال ها رو حتما دیدین. ساده ترین مثال نابدیهی وقتیه که فرایندتون رو بگیرید خود حرکت براونی. خود حرکت براونی یک فرایند ایتوه دیگه. کی و اچش چیه؟ وقتی شما کی رو بگیرید صفر، اچ رو بگیرید یک، چی خواهید داشت؟ در واقع ما اینجا k رو گرفتیم صفر، h رو گرفتیم یک. انتگرال اون k s d s به علاوه انتگرال h s d w s چی میشه از صفر تا t؟ این که صفر میشه، این هم میشه انتگرال d w s از صفر تا t. انتگرال d w s از صفر تا t چی میشه؟ اصلا خودش تابع سیمپل ضریب یک داره، یک تابع سیمپل، در نتیجه میشه تفاضل ابتدا و انتها، میشه دبلیو تی منهای دبلیو صفر که دبلیو صفر هم صفره.
برای اولا اینجا فرآیند XT ما میشه خود حرکت براونی. خب مطابق F مون رو چی بگیریم؟ مطابق C2 وقتی میگم یعنی تابعی که دوبار مشتق پذیر و مشتق دومش هم پیوست است. اون تابع در واقع C2 مون رو چی میگیریم؟ میگیریم X2 X به توان 2. بنابراین اون وقت ما داریم چی رو راجع بهش صحبت میکنیم؟ راجع به WT به توان 2. و فرمول ایتو به ما میگه که WT به توان 2 دیش چی میشه؟ در واقع اگر فرمول ایتو رو بنویسیم یه دونه 2 WT دی WT، این که از مشتق زنجیره عادی به دست میومد. یه جمله دیگه داریم که هست 1/2 F زگوند X، F زگوند حالا X رو دیگه باید بذاریم WT دی WT به توان 2، که دی WT به توان 2 گفتیم با اون قاعده که گفتیم میشه DT 1/2 F زگوند هم که میشه 1، چون 1/2 F زگوند میشه 2 یا 2 میشه 1. بنابراین در واقع دی WT به توان 2 میشه 2 WT دی WT به علاوه DT. حالا میبریمش تو فرم انتگرالی، از فرم دیفرانسیالی میبریمش تو فرم انتگرالی، نتیجه میشه که WT به توان 2 مساویه با W0 به توان 2 که این صفره، نمی نویسیمش اصلا، به علاوه انتگرال 2 WT دی WT به علاوه، حالا اینو دیگه البته بکنیم S اینا رو از صفر تا تی و علاوه انتگرال دی اس از صفر تا تی، که خب انتگرال دی اس از صفر تا تی هم میشه خود تی دیگه. بنابراین در واقع یک نمایش انتگرالی برای دبلیو تی به توان 2 به دست میاد که این همین چیزی هست که اینجا هم کتاب گفته. حالا در واقع اگه اون تیه رو بیارین سمت چپ به همچه رابطه این برسیم دیگه، WT به توان 2 منهای T مساوی میشه با دو تا انتگرال WS DS. و نکته جالب اینه که اینجوری هم میتونستیم ما مشاهده کنیم که WT به توان 2 منهای T مارتینگله. چرا؟ چون که شده یه انتگرال تصادفی، انتگرال نسبت به حرکت براونی همیشه مارتینگله. بسیار عالی. بله اینجا یه مثال مهم دیگه ای که در واقع پایه مدل بلک شولز هست رو مطرح میکنه. این دفعه فرض کن دنبال فرایند ST هستیم، فرم دیفرانسیالیش قابل فهم تر که تغییرات ST در واقع اولا متناسب با خود ST، یعنی هست ST ضرب در یه چیزی و اون ضریبه چه شکلیه؟ اون ضریبه یه قسمت DT داره که میو دی تی هست، قسمت دبلیو تی داره که سیگما دی دبلیو تی هست. خب این میو دی تی با افزایش تی خب زیاد میشه با نرخ میو، ولی این سیگما دی دبلیو تی نوسان داره دیگه، چون خود حرکت براونی نوسان داره، این خیلی در واقع تکلیفش مشخص نیست. خب حالا آیا میتونیم اسی پیدا بکنیم که در این معادله صدق بکنه؟ این در واقع یه نمونه ای از یک معادله دیفرانسیل تصادفیه که ما جلوتر راجبش صحبت میکنیم، یعنی یک معادله ای که در اون دیفرانسیل یه فرایند بر حسب یه فرایند دیگه بیان شده باشه. البته خود این هم اینجا گفته که این فقط یک فرم سیمبولیکه، یعنی معنای دقیق این فرم دیفرانسیلی همین فرم انتگرالی بالاست. حال به هر حال این معادله دیفرانسیل تصادفی رو چطوری میشه حل کرد؟ بله اینجا هم یه اشتباه تایپی دیگه پیدا شد، اینو دوبار نوشته، این انتگرال رو دوبار تکرار کرده، یکیش اضافیه. حالا ایدهش اینه، ایده اینه که ببینید ما وقتی که میخواستیم توی معادلات دیفرانسیل عادی، اگه من توی معادلات دیفرانسیل عادی به شما میگفتم که DST مساوی مثلا میو ST DT یا به عبارت دیگه ST پریم مساوی میو ST، این معادله رشد نمایی بود دیگه. چجوری حلش میکردیم؟ میگفتیم که
خب میایم از این در واقع استی پریم استی رو میاریم این طرف، میشه استی پریم تقسیم بر استی مساوی میو. بعد میگفتیم که این چیه؟ این در واقع مشتق لوگاریتم استیه. بعد از دو طرف رابطه انتگرال میگرفتیم و به دست میگرفتیم. حالا یکم داستان فرق کرده. ما اینجا در واقع دی استیمون از استی ضرب داره یه دونه میو دی تی به علاوه یه ترم تصادفی. دوباره میتونیم تلاش کنیم ببینیم لوگاریتم به ما چی میده، ولی دیگه نباید امیدوار باشیم دقیقا همونو بده، چون که قاعده مشتقی زنجیره ما فرق میکنه دیگه. دیگه قاعده مشتقی زنجیره ما فرمول ایتوه، مشتق زنجیره عادی نیست. پس بیایم دی لوگ استی رو حساب بکنیم. لوگاریتم تو دامنه خودش تابع دوبار مشتق پذیر و مشتق پیوسته و فلان و اینها هست، بنابراین ما اینجا اف ایکس رو در واقع گرفتیم لوگ ایکس. دی لوگ استی رو حالا ما بیایم فرمول ایتو رو براش به کار ببریم. میگفت چی؟ میگفت که این مساوی میشه با اف پریم استی دی استی به علاوه یک دوم اف زگوند استی دی استی به توان دو. حالا اینا رو گام به گام حساب کن. اف پریم ایکس چی میشه؟ اف پریم ایکس میشه یک ایکس اون. پس این میشه یک تقسیم بر استی دی استی. یه استیش ساده میشه، میشه میو دی تی به علاوه سیگما دی دبلیو تی. اف زگوند چی میشه؟ اف زگوند ایکس هم میشه منفی یک تقسیم بر ایکس دو. بنابراین میشه منفیه، یه منها داره اینجا، منهای یک دومه. حالا دی اس تی به توان دو چی میشه؟ دی اس تی به توان دو رو حساب کنیم. بعد من اینو به توان دو برسونم دیگه، گفتیم وقتی یه فرم دیفرانسیل تصادفی رو به توان دو میرسونیم دی تی به توان دو صفر میشه، دی تی ضرب در دبلیو تی صفر میشه، فقط این دی دبلیو تی به توان دو میمونه که ضریبش هست چی؟ سیگما دو اس تی دو. و دی دبلیو تی به توان دو هم که میشه دی تی. و اینجا در واقع منهای چی باید بکنیم؟ منهای دوم سیگما دو اس تی دو. حالا اس تی دو ساده میشه چون اف زگونده میشه منفی یک تقسیم بر اس تی دو، اون ساده میشه میمونه منفی یک دوم سیگما دو دی تی. درست شد؟ خب پس یه چیزی اضافه شد خلاصه نسبت به حالت عادی. حالا دیگه میتونیم از دو طرف این ما انتگرال بگیریم. اینو بذار پس یکم تمیزتر بنویسیم. پس دی لوگ اس تی مساوی شد با این دوتا رو هم یکی کنیم، نیومن های یک دوم سیگما دو دی تی به علاوه سیگما دی دبلیو تی. حالا خوشبختانه چون میو و سیگما دو تا عدد ثابت هستن، این در واقع قابل حله. دو طرف رو انتگرال میگیریم ازش، بنابراین لوگ اس تی میشه لوگ اس صفر به علاوه میو امن های یک دوم سیگما دو. انتگرال دی تی میشه تی، انتگرال دی دبلیو تی هم میشه دبلیو تی. حالا اگر ای رو به توان دو طرف برسونیم در واقع اس تی به دست میاد، میشه اسف ضرب در ای به توان این موجود نیومن های یک دوم سیگما دو تی به علاوه سیگما دبلیو تی. و این چیه؟ این در واقع جواب این معادله دیفرانسیل تصادفی هست که ما اینجا داشتیم. حالا این معادله گفتم مهمه به دلیل اینکه این در واقع همون مدل بلک شولزه. ببینید شما وقتی که قیمت دارایی ها رو مدل میکنید یه اصل خیلی مقدماتی اینه که تغییرات قیمت دارایی ها متناسب با خود قیمته. یعنی اینکه هر چه قیمت بالاتر میره تغییرات قیمت هم به همون نسبت بالاتر میره، یا به عبارت دیگه تغییرات قیمت مثلا نسبیه میشه گفت.
یعنی کالایی که مثلا 1000 تومنه در عرض یه روز مثلا شاید 10 تومن تغییر بکنه، کالایی که 1,000,000 تومنه در عرض یه روز 10,000 تومن تغییر بکنه. بنابراین اصولا تغییرات قیمت متناسب با استیه، تغییرات قیمت در واقع متناسب با خود قیمته. پس انتظار داریم که تغییرات قیمت باشه استی ضرب در یه چیزی، که این ضریبه در واقع میشه گفت چیه؟ تغییرات نسبی قیمته. یعنی دی اس تی تقسیم بر اس تی. و این تغییرات نسبی میتونه یه قسمت، یه روند ثابت داشته باشه و یه قسمت نویز یا قسمت تصادفی. اون روند ثابت رو با اون در واقع میو دی تی نشون میدیم، یعنی یه ضریبی از طول اون بازه زمانی که گذشته، و اون قسمت نویز رو با سیگما دی دبلیو تی، که دیگه یه چیز غیر قابل پیش بینیه و هم میتونه مثبت و هم منفی باشه. و بنابراین مدل موجه و معقولی برای قیمت به نظر میاد. و وقتی شما حل میکنید این معادله رو، ما رسیدیم به این جواب. جواب چه جور موجودی شد؟ این در واقع هست ای به توان یک حرکت براونی. یعنی شما اگر این S0 رو هم ببرین توی صورت، میشه یه لوگ S0 به علاوه میو منهای 1/2 سیگما 2 تی به علاوه سیگما دبلیو تی. این چیزی که توی صورت توی توان هست، از چه بذاریم XT یک حرکت براونیه ولی غیر استاندارد. یعنی اینکه یه مقدار اولیه داره که لوگ S0، بعد یه دونه رانش یا دریفت داره، و بعد یه دونه قسمت حرکت براونی داره. این یه حرکت براونیه غیر استاندارد میشه در حالت کلی. و در واقع این XT چیه؟ XT در واقع لوگاریتم قیمته دیگه. الان ST شد ای به توان XT. بنابراین ما از اون مدل معقول برای قیمت رسیدیم به ای به توان XT، که XT یک حرکت براونیه. به این دلیل به ST میگن حرکت براونی هندسی یا حرکت براونی نمایی. و این XT در واقع چیه؟ لوگاریتم قیمته. یعنی اینکه لوگاریتم قیمت اصولا در حالت کلی میشه انتظار داشته که حرکت براونی باشه. خود قیمت فرض معقولی نیست که یک حرکت براونی باشه. البته این دلایل دیگه هم داره. دلیلش اینه که حرکت براونی میتونه منفی بشه، ولی قیمت که نباید منفی بشه. و سابقه این ایده که ما بیایم از حرکت براونی برای قیمت استفاده کنیم، خب برمیگرده از تاریخی به 1900 که آقای بچلیه در واقع ریاضیدان فرانسوی این ایده رو مطرح کرد که قیمت رو میشه با حرکت براونی مدل کرد. منتها خب گفتم به اون مدل این ایراد کلی وارد هست که قیمت نباید منفی بشه اولا، و دوم معنی که تغییرات قیمت باید تغییرات نسبی باشه، در حالی که تغییرات خود حرکت براونی نسبی نیست، مطلقه. ولی به هر حال به عنوان یک مدل اولیه مدل خوبی بود. اما به طور جدی مدل حرکت براونی هندسی یا حرکت براونی نمایی رو اولین بار آقای ساموئلسون در حدود 1960 اینا مطرح میکنه و میگه که ما میتونیم ای به توان XT رو به عنوان در واقع چی؟ به عنوان قیمت یک دارایی، سهام یا هر دارایی دیگه‌ای در نظر بگیریم. و در واقع کاری که بلک و شورز میکنن روی این مدل حرکت براونی هندسی برای قیمت هست، و میان توی این مدل با فرض اینکه یعنی قیمت این فرض رو داره، این مدل رو تبعیت میکنه، میان و قیمت گذاری اختیارات رو در واقع انجام میدن. بسیار عالی. اینجا هم در واقع همون راه حل رو نوشته و به این رسیده. Uh...
حالا اینجا میگه که درسته که ما به این جواب رسیدیم، ولی حالا میخوایم چک کنیم ببینیم جوابمون درسته یا نه. مثلا شاید یه دلیل شکی که وجود داره اینه که خب لوگاریتم همه جا تعریف شده نیست، ولی ما مثلا یه تابعی که همه جا تعریف شده باش برخورد کردیم. اما چک کردن این که این موجود توی معادله دیفرانسیل تصرفی ما سر بکنه ساده است. این دفعه دوباره باید از فرمول ایتو استفاده بکنیم برای این تابع. یه تابعی از تی و ایس بگیریم، همون چیزی که قرار دی بگیریم ازش رو تعریف کنیم اف. این دبلیو تی فقط شده ایکس. الان ما باید دی اف تی و دبلیو تی رو حساب بکنیم. کتاب چون خیلی اصرار داره فرم دیفرانسیلی رو استفاده نکنه به دلیل اینکه خیلی دقیق نیست، خب یکم فرمولاش طولانی شده، ولی ما که فرمول دیفرانسیلی می نویسیم یعنی دیگه لازم نیست این انتگرال رو بنویسیم، یکم فرمولام کوتاه‌تر میشه. ولی به هر حال فرمول ایتو رو شما روی اف تی و دبلیو تی بنویسین یعنی همین چیزی میشه. این براکت W و W میشه T، در نتیجه Dش میشه DT، همون فرمولی که ما استفاده میکردیم. بنابراین در واقع به این عبارت میرسیم و یه چیزایی با هم اینجا ساده میشه، این منهای سیگما دو دومه و این S سیگما دو دومه ساده میشه و بعد فقط همین ها باقی مونه که این همون معادله اولیه یه که باهاش شروع کردیم. بله، اینجا هم گزاره دیگه ای داره که این گزاره هم نتیجهش از این جهت جالبه که ما میگه اگه شما دو تا فرآیند ایتو داشته باشین ضربشون هم فرآیند ایتو هست. یعنی چی؟ الان ما ایکس رو داریم به این شکل فرآیند ایتو یه نمایش انتگرالی، وای رو هم داریم یه نمایش انتگرالی. میگه حالا ایکس تی وای تی هم خودش یک فرآیند ایتو و نمایش انتگرالیش هم اینه. باز به نظر من اگر به فرم دیفرانسیلی می نوشت کتاب این قابل فهمتر بود. ما به فرم دیفرانسیلی بنویسیم و بعد برسیم به فرم انتگرالی. فرم دیفرانسیلی x و y اینجا چیه؟ kt dt به علاوه ht dwt، yt هم هست مثلا kt prime dt به علاوه ht prime dwt. و وقتی شما xt by t رو میخواستین مشتق حاصل ضرب رو در واقع حساب کنید، مشتق حاصل ضرب در حسابان معمولی چی میشود؟ یه همچین چیزی میشود dxt در واقع، یا این شکل بگیم مشتق اولی ضرب در دومی، آره یعنی dxt ضرب در yt به علاوه اولی ضرب در مشتق دومی یعنی xt ضرب در dyt و همین، این میشود مشتق حاصل ضرب دیگه در حسابان دیفرانسیل، در حساب دیفرانسیل انتگرال معمولی. و ولی اینجا به دلیل وجود باز حرکت براونی که مشتق ناپذیره و به دلیل فرموله ایتو یه جمله ای اضافه میشه. سوال اینه که اون جمله چیه و جوابش اینه که اون جمله هست dxt در dyt. ما همچین جمله ای در حسابان معمولی نداریم. وقتی دو تا d تو هم ضرب میشدن صفر میشد، ولی اینجا دو تا d تو هم ضرب بشن صفر نمیشه. در واقع dt تو dwt ضربش صفر میشه، dt در dwt صفر میشه، dt در dt هم صفر میشه، ولی dwt در dwt صفر نمیشه، میشه dt. بنابراین توی این فرمول در واقع اگر اینو بخوایم بنویسیم این dxt ضرب در dyt این ht پریمه توش باقی میمونه، ht پریم t dt. قبلی هم که دیگه میتونیم خودشونو جایگذاری کنیم، یعنی مثلا میشه kt dt به علاوه ht dwt ضرب در yt به علاوه این هم که میشه xt ضرب در k prime t dt به علاوه h prime t dwt. به این صورت در واقع این دیه به دست میاد که دوباره میتونیم مثل کتاب به شکل انتگرالی بنویسینش. فرم انتگرالش کتاب این شکل نوشته، اون انتگرال دی xt دی yt رو از اون نماد براکتی استفاده کرده، به جاش خود براکت x و y گذاشته. ولی اگر دقت بکنید این همون انتگرال ht پریم dt هست، یعنی اگر شما از دو طرف انتگرال بگیرین این قسمت که میشه همون انتگرال yt dxt، این قسمت میشه انتگرال xt dyt
این قسمت هم که گفتیم میشه انتگرال این، میشه انتگرال ht h پریم t dt. این بنابراین خواهد شد چی؟ x t by t که مساوی با x f y f به علاوه این عبارت. بسیار خب، اینم پس. و اثباتش چجوریه؟ اثباتش خیلی جالبه، میخواد از فرمول ایتو فقط استفاده کنه. ما فرمول ایتوی چند متغیره رو هنوز نگفتیم، یکم جلوتر میگیم. اگه چند متغیره رو بگیم این ساده است، از فرمول ایتوی چند متغیره نتیجه میشه. ولی اینجا که هنوز رو نگفتیم، با یه متغیره میخواد ثابتش کنه. میگه که بیاید xt به علاوه yt رو در نظر بگیریم. جمع دو تا فرآیند ایتو، خب فرآیند ایتو به وضوح، چون جمع میزنیم این انتگرال با هم جمع میشه، باز همون فرم انتگرالی ایتو رو داره. بعد بیاین فرمول ایتو رو برای اون به کار ببریم. اینجا فرمول ایتو رو نوشته میشه x برابر y صفر تمام دو برابر دو تا انتگرال، مثلا میتونید رو تعریف کنید zt، دو تا انتگرال zt dzt به علاوه فلان، همه اینا رو مینویسه. از طرف دیگه خود برای خود xt2 و yt2 هم فرمول ایتوشون رو به صورت عادی مینویسه. بعد اینا رو کم میکنه، یعنی xt برابر yt به تمام دو رو منهای xt2 منهای yt2 میکنه. یه سری جملاتی ساده میشه، مثلا این xs dxs ساده میشه، ys dys ساده میشه، ولی مثلا xs dys و ys dxs باقی میمونه که اینا میشن همین دو جمله. دو این قسمت های توان دویی هم hs2 و h's2 ساده میشه با اینا، فقط میمونه یه دونه hs hs'. کلن هم یه دو از دو طرف ساده میکنه و این xf2 و yf2 هم ساده میشن، یه دو xf yf میمونه. خلاصه نهایتا به این عبارت میرسه. اسم این رو گذاشته جور فرمول انتگرال جز به جز. در واقع چون انتگرال گیری جز به جز اگر یادتون باشه همین بود دیگه، معمولا اینجوری مینوشتن که مثلا انتگرال ut dvt مساوی میشه با uv منهای انتگرال vt dut. این فرمول ایتو تصادفی داره میگه شما باید حتما یه جمله دیگه هم اینجا کم بکنید از این dt dut منهای انتگرال dut dvt. همین xt رو باید بگیریم ut مثلا، yt رو بگیریم dt و به این نرسیم. بسیار عالی، این هم از معادل خب اینجا. حالا این مثال خیلی هم مهم نیست، اینو خودتون میتونید مطالعه بکنید. اینجا داره سعی میکنه ثابت کنه که اون جوابی که به دست آوردیم برای معادل دیفرانسیل تصادفی یک تاه. خب بله، من اینجا هم اینو جمع‌بندی کرده توی گزاره. از این جهت این مهمه که خب ما از این به بعد جوابای این معادله دیفرانسیل رو، معادله دیفرانسیل تصادفی رو با این فرایند یکی میگیریم، باید بدونیم پس جواب منحصر به فرده و جوابی غیر از این وجود نداره. خب بسیار عالی، حالا میتونیم وارد در واقع فرمول ایتوی چند بعدی بشیم. ببینم نکته ای من از خود فرمول ایتو باقی نمونده بود. نه نکته خاصی نیست، فقط یک شهود کلی مثلا بعد نیست بدیم که اون جمله اضافه توی فرمول ایتو از کجا میاد. اگر برید اثبات فرمول ایتو رو نگاه بکنید متوجه میشین اون جمله از کجا میاد. اون جمله در واقع ناشی از اینه که وقتی شما یک حرکت براونی دارید، تغییرات این فرایند روی یک بازه کوچیک مثلا از T تا T به علاوه دلتا T، تغییرات این فرایند وقتی روی این بازه کوچیک در نظر میگیریم مثلا این مقدار تغییرات داشته، WT به علاوه دلتا T منهای WT. این موجود خب یه متغیر تصادفیه دیگه، این متغیر تصادفی امیدش خب صفره،
حرکت برانیمون استاندارد. ولی امید توان دوش، یعنی حالا اگه برای سادگی اینو بذاریم دلتا دبلیو تی، توان دو این دلتا دبلیو تی امیدش چی میشه؟ این چون یک فرآیند یک متغیر تصادفی گاوسیه با واریانس دلتا تی، امید توان دوش میشه همون دلتا تی دیگه. برای وقتی شما دلتا تی رو به صفر میل میدین، درسته که دلتا دبلیو تی به توان دو هم به صفر میل میکنه، ولی مثل دلتا تی به صفر میل میکنه. به این دلیله که شاید در واقع میشه اون شهود رو از اینجا به دست آورد که اون دی دبلیو تی به توان دوه، دلیل این که ما میذاریمش دی تی اینه دیگه، انگار تغییرات فرآیند حرکت براونی در یه بازه کوچیک توان دوش مثل تغییر زمانه. بنابراین این تا حدودی ما میفهمونه چرا اون جمله توی فرمولی تو در واقع باید ظاهر بشه. در واقع اصل داستان چیزه، بست تیلوره. وقتی شما اف تی بر دبلیو تی بر علاوه دلتا تی منهای دبلیو تی رو این شکلی بگیم، وقتی شما اینو برش فرمول تیلور بنویسید به شما چی میده؟ یه دونه اف دبلیو تی میده. جمله مرتبه بعدی چیه؟ جمله مرتبه بعدی هست اف پریم دبلیو تی در دلتا دبلیو تی، و جمله بعدی هست چی؟ یک دوم اف زگوند دبلیو تی در دلتا دبلیو تی به توان دو. که این جمله همون دی تی داره میشه دیگه، و این به این دلیله که یک دوم اف زگوند دبلیو تی دی تی تو فرمول ایتو در واقع ظاهر میشه. این هم یک شهودی از این که فرمول ایتو چرا این شکلیه. خب در مورد حرکت براونی چند بعدی، فرمول ایتو چند بعدی نیازمند حرکت براونی چند بعدیه. در واقع شما وقتی صحبت از فرمول ایتو چند بعدی میکنید، اون چیزی که چند بعدی میشه هم خود اون حرکت براونی است و هم اون تابعی که شما ازش دارید مشتق میگیرید، دیفرانسیل میگیرید. توی حالت چند بعدی ما وقتی صحبت از یک فرآیند ایتو میکنیم نسبت به حرکت براونی، اون حرکت براونیه رو یک حرکت براونی پی بعدی میگیریم. حرکت براونی پی بعدی استاندارد یعنی اینکه پی تا حرکت براونی مستقل از هم، یعنی یه دبلیو یک تا دبلیو پی بگیریم که اینا حرکت براونی استاندارد باشن هر کدوم به تنهایی و مستقل از هم باشن. این میشه در واقع حرکت براونی پی بعدی استاندارد. و حالا اون فرآیند ایتوی که میسازیم غیر از اون قسمت ثابتش و اون قسمت ریمانش که خب سر جای خودش هست، قسمت تصادفیش میتونه نسبت به همه این پیتا حرکت براونی انتگرال توش داشته باشه، یعنی باشه یه انتگرال نسبت به W1 و علاوه انتگرال نسبت به W2 تا یه انتگرال نسبت به WP. یعنی برمانیم به شکلی سیگما این شکلی ما اینو نوشتیم و این دفعه به جای یه دونه HT تنها یه دنباله H1T تا HNT HPT در واقع ما داریم، P تا فرآیند ضریب داریم. و فرضهایی که وجود داره همون هست، ادپتد بودن و انتگرال پذیری ها مثل سابق همچنان اینجا هم فرض میشه که وجود دارن. فرمول ای تو اون وقت به این شکل در میاد. تا اینجا کار ما حرکت براونی رو پی بودی کردیم. حالا میخوایم تا خود فرنده ایتو رو هم ان بودی بکنیم. یعنی غیر از این که ما پی تا حرکت براونی داریم، میخوایم ان تا هم فرنده ایتو داشته باشیم که هر کدوم از این ان تا با یه ضرایبی وابسته است به هر کدوم از اون پی تا. برمانی ضریب اچ آی و جی داره میگه که اون حرکت براونی جیوم ضریبش توی فرآیند ایتو آیوم در واقع چند هست، که این هم به این صورت به دست میاد و فرمول ایتو به این شکل در میاد. اگر شما باز اول فرمول ایتو نه مشتق زنجیره یه چند متغیره رو بنویسین، در حالت عادی این فرمول رو دارین، همین دو خط. اینجا دیگه یه راست برای حالت وابسته به زمان گفته، این مشتق قسمت نسبت به زمانشه، این هم مشتق قسمت نسبت به اون آرگومان های دیگه نسبت به XI ها هست.
و فرمول ایتو میگه که فقط یه جمله دیگه به این اضافه خواهد شد و اون جمله دیگه به ازای هر xi و هر xj یه مشتق دوم جزئی نسبت به xi xj در واقع توش ظاهر میشه، یه ضریبه دوم که پشت کلش ما داریم که خب توی محاسبه این براکت مثل قبل عمل میکنیم. به علاوه در نظر گرفتن این نکته که دو تا حرکت براونی مستقل ضرب دیاشون صفر میشه، بنابراین اگه بخوایم یه جمع‌بندی بکنیم ما اینجا P تا حرکت براونی داشتیم، W1T تا WPT، N تا هم فرایند ایتو داشتیم، X1T تا XNT، و هر کدوم از اینها مثلا DXIT یک انتگرال تصادفی بود بر حسب حالا یه قسمت چیز که داشت، یه قسمت KIT DT که داشت، ولی اون قسمت وابسته به حرکت براونیاش یه سیگما بود، چون هر کدوم از این پی تا حرکت براونی یک تأثیری توی این XIT می داشت که اون تأثیر رو با HI و J نشون دادیم، HI و JT DW JT که این J از یک تا P در واقع حرکت میکرد و این میشه DXIT. خب حالا برای میتونیم به طور شهودی این شکلی بهش نگاه کنیم، ما انگار P تا سورس تصادفی داریم، P تا در واقع منبع تصادف داریم که اینا منبع تصادف، این تا هم کمیت داریم که از این منابع تصادفی دارن تأثیر میپذیرن، هر کدوم از اینا روی تک تک اینا داره تأثیر میذاره و اون میزان تأثیرهای اینا هم با همون ضرب H I و J داره نشون داده میشه، مثلا W1 با ضرب H1 و 1 روی X1 تأثیر میذاره و الاخر، چون هر کدوم از این WI ها تو همه XI های دیگه تو همه XJ ها میتونه تأثیر داشته باشه، این باعث میشه که خود XI ها و XJ ها با هم همبستگی پیدا بکنن و به همین دلیل اون براکت در واقع DXIT DXJT، حالا من این نماد رو ترجیح میدم ولی کتاب در واقع اینو گفته براکت XI و XJ، این توش چیا ظاهر بشه؟ وقتی شما اینو میخواین ضرب بکنید تو هر کدوم از این سری DT دارین، یه سری هم DWJT دارین. خب حالا برای اینکه این آی و جی با هم قاطی نشه بیاین تو این سیگما اینو من بکنم K، خب وقتی اینا رو ضرب میکنین یه سری جملات دارین که به شکل DT به توان دو هم، یه سری جملات دارین که به شکل DT در یه DW KT هم، یه سری جملات دارین که به شکل مثلا DW KT در یه DW کاپریم T هم، این کاپریم مال دومی کامل اولی، اون قاعده سابق میگه که اینا صفرن، W K و W کاپریم هم اگر K و کاپریم مساوی نباشن چون اینا مستقل فرض شدن اونم صفر میشه، بنابراین این موجود صفره اگر K نامساوی کاپریم باشه، ولی اگر K مساوی کاپریم باشه دیگه صفر نمیشه بلکه مثل قبل میشه DT، درسته؟ این بنابراین به این شکل به دست میاد. پس وقتی ما این حاصل ضرب رو انجام بدیم این DT ها که همه میپرن چون تو همه چیز ضرب میشن صفر میشن، فقط هر W KT که تو اولی هست تو هر W KT که دومی هست ضرب میشه یه DT میده، بنابراین از این حاصل ضرب این میمونه سیگمای H I و K در H J و K T کلش D T، این میشه در واقع حاصل این عبارت. پس این اون چیزیه که شما باید تو فرمول ایتو چند متغیره به جای این براکت اینجا قرار بدیم.
که اینجا هم کتاب همینو در واقع نوشت. بسیار عالی. و حالا به عنوان تمرین میتونید در واقع همون قاعده مشتق زنجیر انتگرال جزء به جزء، قاعده انتگرال جزء به جزء رو میتونید الان از این نتیجه بگیرید. کافیه شما وقتی دو تا فرآیند ایتو دارین، این دفعه یه تابع دو متغیره تعریف بکنید، fx و y باشه xy. بعد بیایید بگید خب فرمول ایتو دو متغیره رو برای dfx t و yt من به کار میبرم. چون فتون مستقیما به تی وابسته نیست، روند اف به روند تی توش صفره. این روند اف به روند اس رو شما ندارید. این دو تا جمله رو دارید. خب بنویسیم ببینیم چی میشه. یه جمله روند اف به روند x داریم که ضرب میشه توی dxt. یه دونه روند اف به روند y داریم که ضرب میشه توی dyt. اینجا چند تا جمله داریم؟ اینجا 4 تا جمله داریم. آی و جی از 1 تا 2 میرن. یه دونش در واقع یه دومو بذاریم برای همه. یه دونش روند اف به روند x2ه که ضرب میشه تو dxt به توان 2. یه دونش روند اف به روند y2ه که ضرب میشه تو dyt به توان 2. یه دونش روند اف به روند x روند y که ضرب میشه تو dxt dyt. یه دونش هم روند اف به روند y روند x، هر دو رو بنویسیم که ضرب میشه توی dyt dxt. خب حالا نکته مهم اینجا اینه که این روند اف به روند x میشه چی؟ روند اف به روند x میشه y، چون تو نقطه x و yt هستیم میشه yt. روند اف به روند y میشه x، چون تو نقطه x و yt هستیم میشه xt. روند اف به روند x رو میشه صفر، اینو دوباره نسبت به x مشتق بگیریم صفر میشه. روند اف به روند y دارم میشه صفر. روند اف به روند x روند y چی میشه؟ یه بار نسبت به x یه بار نسبت به y مشتق بگیریم میشه 1، و همینطور این هم میشه 1. این دوتا هم که با هم مساوی هن، پس اون دو هم با اون ساده میشه و در نتیجه نهایتا به این میرسیم yt dxt به علاوه xt dyt به علاوه dxt dyt که دقیقا چی هست؟ دقیقا همون فرمول انتگرال جزء به جزئی هست که یه چند دقیقه قبل توضیح دادیم راجع بهش. خب بسیار، من ببینم از این قسمت چقدر مطلب داریم. از یه وجود جواب رو اینجا داریم و حالا یه لیمیت کاربردی داریم، فرآیند اورنشتاین اولنبرگ رو داریم، فرآیندهای چند متغیره و خاصیت مارکوفی. بله خب خیلی مطلب زیادی نیست، خصوصا این که بیشتر اینجا حالت مروریش خیلی بیشتره، بنابراین اینو فکر کنم میتونیم تو همین جلسه اینا رو بگیم. بعضیاش هم فعلا نمیگیم، هر موقع که نیاز داشتیم در واقع خواهیم گفت. خب پس یه مرور سریع روی معادلات دیفرانسیل تصادفی داشته باشیم، استوکاستیک دیفرانسیل ایکویشن. باز کتاب اصرار داره که حتی معادلات دیفرانسیل تصادفی هم به فرم دیفرانسیلی ننویسه، به فرم انتگرالی بنویسه، ولی خب به نظر من بهتر به شکل دیفرانسیلی آدم به نگاه کنه، چون این شکلی اصلا خیلی دیده نمیشه که همچین چیزی یک معادله دیفرانسیلی هست یا همچین چیزی یک معادله دیفرانسیلی هست. کتاب به این معادله 13 میگه یه معادله دیفرانسیلی تصادفی. حالا چرا به این میگه دیفرانسیلی؟ به خاطر اینکه اگر به شکل دیفرانسیلی بنویسیمش این شکلی میشه دیگه، میشه دی بگیریم از دو طرف، دی ایکس تی مساوی میشه با اینجا بی تی و ایکس تی به علاوه
اینجا هم میشه سیگما تی و ایستی دی دبلیو تی. این در واقع یک معادله دیفرانسیل تصادف یا SD. مثل معادلات دیفرانسیل، دیفرانسیل یه تابع مجهولی بر حسب مقادیرش بیان شده. در واقع دقت کنید تو این ذرایب، این ذرایب میتونن تابعهای دلخواهی بر حسب تی و ایکس باشن که در واقع بی تی و ایکس و سیگما تی و ایکس چیان تابعهای دلخواهی هستن. دبلیو تی هم که حرکت براونی. در واقع اگر این نمی بود، این کاملا یه دونه معادله دیفرانسیل عادی بود دیگه. از نظر شهودی، اگر از معادله دیفرانسیل عادی یادتون باشه، ضریب معادله دیفرانسیل یه جور نرخ رشد لحظه‌ای اون کمیت بود. مثلا وقتی ما مثلا یه معادله رشد جمعیت می داشتیم، می گفتیم که تغییرات جمعیت این مثلا هست BDT، یعنی تغییرات جمعیت در لحظه T نرخش B هست، یعنی در هر واحد زمان B تا جمعیت داره زیاد میشه. حالا این دیگه خودش میتونست وابسته به جمعیت فعلی باشه دیگه، و بنابراین این بیه تابعیه که به ما میگه در هر مقدار از جمعیت نرخ رشد جمعیت چقدره. در معادله دیفرانسیل تصادفی هم همینطوره. این بیه در واقع میشه گفت آهنگ رشد لحظه‌ای قطعی. چرا میگیم قطعی؟ چون این ترمیه که ترم غیر تصادفیه، SDEه، نه اینکه کاملا غیر تصادفیه، چون XT خودش تصادفیه، BT و XT هم خود به خود تصادفی میشه، ولی تصادفش ناشی از XTه، نه خود این جمله. در واقع منتها این جمله در واقع تغییرات لحظه‌ای تصادفی اون کمیت رو داره به ما میگه، تغییرات لحظه‌ای، این دفعه دیگه غیر قطعی، تصادفی، تغییرات لحظه‌ای تصادفی XT. این بنابراین در واقع یه معادله دیفرانسیل تصادفی داره دو تا چیز رو به ما میگه. میگه که اگر هیچ عامل تصادفی نمی بود این کمیت چطوری رشد میکرد. مثلا اگر هیچ عامل تصادفی تو معادله رشد جمعیت نباشه، جمعیت اینجوری رشد میکنه. اما اگر در یک لحظه عامل تصادفی وارد کار بشه، در عین اینکه اون رشد قطعی وجود داره، یک در واقع نوسانات تصادفی هم حالا اضافه میشه به معادله. این سیگما داره نوسانات رو کنترل میکنه، به همین خاطر بهش میگن ضریب نوسان یا ضریب تلاطم. ضریب تلاطم به این بیه، چون یه جور روند و در واقع رشد قطعی رو داره مشخص میکنه، بهش میگن رانش یا دریفت. وقتی یه روند مثبتی هست، یعنی این که فارغ از اون قسمت تصادفی که در واقع در جهت مثبت و منفی همدیگر رو کنسل میکنن، یک رانشی به سمت مثبت یا منفی در واقع توی این کمیت وجود داره. البته به این ضریب پخش هم میگن. دلیل اصطلاح پخش یا دیفیوژن بیشتر از فیزیک میاد. مدل سازی یه سری از پدیده های پخش تو فیزیک با استفاده از معادلات دیفرانسیل تصادفیه. در واقع وقتی شما بخوای پخش مثلا یه ماده توی محیطی رو مدل بکنی، مثلا یک مجموعه از ذرات توی محیطی در واقع شروع میکنن به پخش شدن، اینا هر کدومشون یه مسیر تصادفی مستقل از بقیه برای خودش طی میکنه و اون مسیره در واقع یک حرکت براونیه، از یک حرکت براونی داره تبعیت میکنه. و اینکه تو هر نقطه از فضا
اون ضریب پخش نشون میده که سرعت پخش شدن ذرات تو اون لحظه، اون نقطه از فضا به چه صورت هست. و اینکه کلا پدیده پخش رو هم میان با استفاده از SDA مدل میکنن. به همین دلیل این اصطلاح ضریب پخش یا دیفیوژن، یا اینکه حتی به معادلات دیفرانسیل تصویر معادلات پخش هم گفته میشه، دیفیوژن ایکویشن در واقع. خیلی خوب، حالا این یک ایده کلی و شهود کلی راجع به معادلات دیفرانسیل تصادفی بود. و خب در مورد معادلات دیفرانسیل، هر نوع معادلات دیفرانسیلی، اولین سوالی که مطرحه اینه که آیا جواب داره؟ یه قضیه شبیه قضیه ODE ها وجود داره برای SDE ها که میگه تحت شرایطی به ذرایب معادلات دیفرانسیل تصادفی حتما جواب داره. اینو شرایطش رو با هم مرور کنیم. این قضیه هم تو کتاب اوکسندال هست، اگر اثباتش رو خواستیم میتونید به اونجا مراجعه بکنید. اینجا فضای نمونه ایمون تعریف شده، فضای احتمالمون، فیلتریشنمون تعریف شده. توابع B و سیگما توابعی هستن از R مثبت ضرب در R و به R در واقع. چرا R مثبت؟ چون T همیشه مثبته دیگه. گفتیم B و سیگما توابع دلخواهی هستن از T و X. T بزرگتر مساوی صفر، X هم که دلخواه تو کل R. پس B از R مثبت ضرب در R به R، سیگما هم از R مثبت ضرب در R به R. اینجا اجازه داده میشه که در واقع مقدار اولیه معادله دیفرانسیل تصادفیمون خودش بتونه یه رندوم وریبل باشه، منتها لازمه که اون عضو F0 مون باشه. یعنی اینکه چون کلا XT باید نهایتا سازگار بشه با فیلتریشن، یعنی اینکه اندازه پذیر باشه نسبت به FT، پس اون x0 باید f0 measurable باشه. پس یک متغیر تصادفی z هم داده شده و در واقع اینجا داره جواب معادل دیفرانسیل رو میگه که در چه صورتی اصلا معنا داره یه جواب از معادله دیفرانسیل. میگه که لازمه اون فرایند جواب xt طوری باشه که این انتگرال ها متناهی باشن. این انتگرال ها چرا باید متناهی باشن؟ برای اینکه اون انتگرال های تصادفی، یعنی این و این، تعریف شده باشن به یه همچین فرایند xt. تازه میگه یک جوابی از SDE مون. من اشتباه کردم، این قضیه وجود جواب نیست، این قضیه که صرفاً شرایط اینکه یه ایکسی بتونه جواب باشه رو داره تعیین میکنه که چیه. قضیه وجود جواب این قضیه است. فرضش اینه که بی و سیگما توابع پیوسته ای هستن و توابع لیپشیتس. حالا اصطلاح لیپشیتس رو اگر تا حالا نشنیدین، معناش اینه یه تابع میگیم لیپشیتس، اگر بی ایکس منهای بی وای کمتر مساوی یه ضریبی از ایکس منهای وای باشه. این دو تا رو وقتی کنار هم نوشته و کمتر مساوی این شده، نتیجه اینه که هر کدوم به تنهایی تابع لیپشیتسی هستن. یه سری از کتابا به صورت جدا میگن، اینجا هر دو رو با هم جمع کرده. چون این ثابت کا مهم نیست چی باشه، هر ثابت کا متناهی وجود داشته باشه کافیه. پس شرط اول این هست که بی و سیگما نسبت به آرگومان دومشون، نسبت به آرگومان ایکس، لیپشیتس باشن. یه شرط دیگه هم به اصطلاح بهش میگن شرط رشد خطی. داره میگه که قدر مطلق این بی و سیگما حد اکثر به شکل خطی باشه، مثلا x به توان 2 نباشه، یه ثابتی به علاوه یه ضریبی از قدر مطلق x باشه. و البته اون شرط اولی هم امید توان 2ش متناهی باشه. میگه تحت این شرایط اون وقت حتما معادل دیفرانسیل تصادفی ما داره یک جواب رو بازه 0 و t هست. و البته حالا اونش جواب یه سری شرایط کرانداری هم داره که ما فعلا بهش کاری نداریم، ولی یه ویژگی مهم دیگه یکتاییه، جواب حتما یکتاست تحت این شرایط. خیلی خب، اینجا بله ما اثبات این قضیه رو رد میکنیم. فکر میکنم هم وجودش رو اینجا ثابت نکرده باشه، ارجاع داده به احتمالا جای دیگری. نه، از قضیه در واقع نگاشت انقباضی استفاده میکنه. بسیار عالی. خب اینو ما به طور اختیاری
چیز میکنیم که شما اگه علاقه من بودین خودتون مطالعه بکنین، جزء درس نیست ولی تکنیک جالبیه. با استفاده از قضیه نقطه ثابت باناخ در واقع وجود جواب SD رو ثابت میکنه. این هم یه لمه در واقع تکنیکالی که توی بسیاری از اثباتهای وجود و یکتایی جواب معادل دیفرانسیل ظاهر میشه. این رو هم ما رد میکنیم. پس اون چه که ما از این بخش در واقع میخواستیم یاد بگیریم این بود که یک SDE چیه و ضرایب SDE چیان و تحت چه شرایطی جواب SDE وجود داره و یکتاست، که دیدیم شرایط اصلیش این ستا هستن: لیپشیتس بودن ضرایب، رشد خطی ضرایب و اینکه شرط اولیه مربع انتگرال پذیر باشه به اصطلاح، یعنی امید توان دوش متعمل باشه. خب بسیار عالی، و حالا میرسیم به یک مثال خاص از معادله دیفرانسیل‌های تصادفی که خب مثال مهمه. ما تا الان یه مثال البته قبلتر دیدیم و جواب سریع هم براش به دست آوردیم. اینو من اشاره کنم بعد نیست. ببینید حل SDE ها به مراتب از ODE ها سخت است. در مورد ODE ها خیلی وقتا فرمول داشتیم، وقتی ODE می نوشتیم خیلی وقتا می شد فرمول با فرمول جواب به دست آورد، ولی در مورد SDE ها خیلی کمتر می شه این کار رو کرد. SDE های خیلی کمی هستن که فرمول بسته دارن، فرمول صریح داره جوابشون. ولی بعضی از SDE هایی که فرمولای صریح دارن که خیلی هم معروف هستن، یکیشون همین SDE بلک شولز در واقع معادله SDE بلک شولز که همین جلسه ما بررسی کردیم که به این شکل هست. که خب دیدیم جواب صریحش به این شکل میشه. میشه S0 ای به توان میو منهای سیگما 2/2 تی به علاوه سیگما دبلیو تی. یه مثال دیگه ای هم که الان بررسی میکنیم معادله اورنشتاین اولنبک هست که در واقع اسمش هم از نظر سختی در حد خودشه، سخته یعنی تلفظش. و این معادله اینجوریه که DST شبیه به معادله بلک شولز یه تفاوت جزئی داره، می‌کنم با X نشون داده. بله DXT مساوی منفی CXT به علاوه سیگما دی دبلیو تی. تنها تفاوتش با معادله بلک شولز اینه که معادله بلک شولز ترم دیفیوژنش یعنی ترم تصادفیش خودش ضریب ST داره، چون ST تو اونم ضرب میشه دیگه، ولی این ترم تصادفیش ضریب ST نداره، قسمت نویزش ضرب نشده، به اصطلاح میگن جمعیه قسمت نویزش، ولی قسمت دریفتش چرا ضربیه. اگه یادتون باشه معادله بلک شولز رو چجوری حل میکردیم؟ تقسیم بر ST میکردیم، از لوگاریتم استفاده میکردیم. اینجا چون اینجا ما XT نداریم نمیتونیم تقسیم بر XT کنیم، چیز خوبی نمیشه. اگه XT میداشتیم که خب مثل همون بالاییه میشد. حالا اینجا میاد چیکار میکنه؟ در واقع از این تکنیک استفاده میکنه، یه تکنیکی که ما توی ODE هم زیادش استفاده میکنیم، بهش میگفتیم عامل انتگرال ساز. حالا اگه یادتون باشه یعنی توی یه چیزی ضرب میکنیم توی تابعی که باعث شه مثلا اون از سمت راست معادله اون قسمتی که ایکس داره حذف بشه. اینجا اون چیزی که خوبه توش ضرب بکنیم ای به توان سی تیه. اگه شما یک فرآیند جدید تعریف بکنید وای تی باشه، ایکس تی ای به توان سی تی و دی بگیرید، دی اینجا دی حاصل ضرب دیگه. درسته که در واقع این حاصل ضرب ای به توان سی تیش یه تابع دترمینیستیکه، ولی ایکس تی تابع تصادفیه، برای همین باید حواسمون باشه که از فرمول مشتق حاصل ضرب
تصادفی استفاده بکنیم، که وقتی این کار رو انجام بدین یه دونه میشه مشتق اولی ضرب در دومی، مشتق دومی ضرب در اولی، یه دونه هم ضرب مشتقاشون. اون تو ضرب مشتقاشون چون یکیش تصادفیه، یکیش دترمینیستیکه، دی اون دترمینیستیکه توش دبلیو نداره، در نتیجه وقتی ضرب بشه تو اولی کلا صفر میشه، پس این کلا صفر میشه. دی ای به توان سی تی هم که میشه سی ای به توان سی تی، اینا رو جایگذاری میکنیم و به این معادله ساده میرسه. دی دبلیو تی میشه سیگما ای به توان سی تی دی دبلیو تی، که دیگه اینجا چون سمت راست ایکس و وای و اینا نداره میشه ازش انتگرال گرفت. از این که انتگرال بگیریم وای به دست میاد و بعد ضرب در ای به توان منفی سی تی بکنیم ایکس به دست میاد، که این میشه جواب معادله اورنشتاین اولمبرگ. این در واقع معادله گفتم از این جهت که یه STE که جواب صریح داره خب معروفه و البته خیلی کاربردهای زیادی و خواص جالبی هم داره و به عنوان مثال این فرم انتگرالی که اینجا داریم، البته دیگه از این ساده ترش نمیشه کرد، این انتگرال نمیشه از این ساده تر کرد، اما میشه تو این انتگرال امید و واریانس این عبارت رو حساب کرد، که در واقع امیدش چون امید خطی هست امیده میره داخل این انتگرال و این چون دی دبلیو اس امیدش صفره، این ترم کلن امیدش صفر میشه، فقط همین ایکس ای به توان منفی سی تی باقی میمونه. و اما در مورد انتگرالش در واقع بعد از فرمول ایزومتری ایتو استفاده کنیم. برای محاسبه واریانس میگه که خب این میشه ایکس تی منهای امید ایکس تی، امید ایکس تی دقیقا همین بود، منهای که بکنیم این حذف میشه میمونه این، اینو باید امید توان دوش رو حساب کنیم. این سیگما دوه رو که برده بیرون ای به توان منفی دو سی تی رو هم میاره بیرون، میمونه امید این به توان دو. اینجا از چی استفاده میکنیم؟ ایزومتری ایتو. ایزومتری ایتو امید انتگرال تصادفی به توان دو رو میداد، میگفت میشه انتگرال اون تابع زیر انتگرال به توان دو دی اس، یعنی این ای به توان سی اس به توان دو میرسه میشه ای به توان دو سی اس دی اس، و که دیگه این انتگرال دی اس میشه حسابش کرد یا همین چیزی میشه. و همین در واقع خلاصه حرف اینه که معادله اورنشتاین اولمبرگ جواب صریحش قابل محاسبه است و امید و واریانس جوابش هم قابل محاسبه است. نکته جالب در مورد اورنشتاین اولمبرگ اینه که یه فرآیند گاوسی میشه، یعنی اینکه اگر دقت بکنیم به جواب XT در واقع شد، این یه شرط اولیه هم داره دیگه، شرط اولیه شو کتاب با X کوچیک نشون داد، XT شد X ای به توان منفی CT به علاوه انتگرال ای به توان C در T من های S DWS اگه اشتباه نکنم. آره دیگه، حالا این اینو آورده بیرون، یه سیگما هم اینجا داشتیم. اگر دقت کنید این که یه عدد ثابته، این هم یه تابعه، تابع غیر تصادفیه، تابع قطعیه و حرکت براونی یه فرآیند گاوسیه، همونطور که اگر شما یه سری متغیر گاوسی رو با هم جمع بزنید حاصلش یه متغیر نرمال میشه، اینجا هم وقتی شما یک انتگرالی بگیرید از حرکت براونی با ذرایبی که عددهاش ثابت هم، یعنی اینکه تصادفی نیستن خودشون، در این صورت این خودش یک متغیر نرمال میشه. یعنی به طور کلی XT یه متغیر نرماله. امیدشو که حساب کردیم این میشه، واریانسش هم که حساب کردیم، بنابراین XT در واقع میشه گفت توزیع نرمالی داره با میانگین XE به توان منفی CT، واریانسش هم همین واریانسی که اینجا کتاب حساب کرد، این عبارت سیگما دو در یک منهای ای به توان منفی دو CT تقسیم بر در واقع دو C، یعنی متغیر نرمالیه که میانگین و واریانسش رو میشناسیم. از این جهت هم جالبه توضیح معادله اورنشتاین اولمبرگ، چون توضیح جوابش کاملا مشخص و یه توضیح شناخته شده هست. بسیار عالی. در مورد معادلات دیفرانسیل
تصادفی چند متغیره خیلی نکته نداره. فقط من صورتبندی این نوع معادلات رو بگم که ما مثل انتگرال تصادفی چند متغیره این دفعه باز پی تا عامل تصادفی داریم، W1 تا W2 که اینا حرکت براونی مستقل هستن و استاندارد، و میخوایم در واقع N تا هم تابع X1 تا XN رو براش معادل دیفرانسیل بنویسیم. هر کدوم از اینا یه دونه دریفت داره که میشن این B1 تا BN، و هر کدوم از این X1 تا XN یه وابستگی به هر کدوم از W1 تا WP داره که اینا میشن همون ضرایب پخش سیگما آی جی مون. بنابراین یه همچین معادله‌ای حاکمه بر هر XI، یعنی اینکه آیومین تابع ما، آیومین فرایند ما یه دریفت داره و از طریق سیگما آی جی وابسته هست به جیومین حرکت براونی. پس این N تا فرایند X1 تا XN از طریق این ذرایه وابسته به اون پی تا حرکت براونی. سوال اینه که این در واقع یه دستگاه SDE الان اگر دقت بکنید. برای هر آی از یک تا N ما یه دونه معادله داریم. پس N معادله و N مجهولی SDE دستگاه SDE انتاییه در واقع. این دستگاه SDE انتایی سوال اینه که در تحت چه شرایطی جواب داره؟ جوابش هم اینه که همون شرایطی که در حالت تک متغیره داشتیم. یعنی اینکه همه ذرایب، یعنی این DI ها و این سیگما آی جی ها باید دیپشیتس باشن، رشد خطی داشته باشن و شرط اولیه هم متناهی باشه. تحت این شرایط هر دستگاه SDE دارای جواب هست. و این بخش هم تموم میشه. میمونه این بخش خاصیت مارکوف که اینو در واقع ترجیح میدم موقعی که بهش نیاز داشتیم یک خلاصه ای راجع بهش بگیم، و به این ترتیب فصل 3 کتاب که مرور حسابان تصادفی بود تموم میشه و وارد بخش بعد میشیم که مدل بلک شولز هست. خب خسته نباشین، تا جلسه بعد، خدا نگهدار.